سلام بر شما، به این برنامه زنده صفحه دو خوش آمدید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. او یکی از رهبرانی بود که خطر ویروس کرونا را چندان جدی نگرفته بود و حتی با این ادعا که شبیه آنفولانزا است با بیماران دست داده بود. در بریتانیا بر اساس تازه‌ترین آمار در زمان پخش زنده این برنامه بیش از 55,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و قریب 6,200 نفر فوت کردند، بالای 10% مبتلایان. در حالی که در آغاز بر اساس داده‌هایی که از چین نخستین کشور درگیر اپیدمی کرونا می‌رسید، مرگ حدود 2% مبتلایان مبنا قرار گرفته بود. در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هم آمار مشابه بریتانیا و حدود بالای 10% است. در حالی که برخی دیگر از کشورهای اروپایی آمار مرگ و میری بسیار پایین‌تر از آمار چین ارائه می‌کنند. در گوش و کنار جهان حالا مقابل آمارهایی که از چین در آغاز ارائه شده بود علامت سوال‌هایی گذاشته شده. از جمله دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران این را به یک شوخی تلخ تشبیه کرده که البته واکنش‌های سیاسی هم در پی داشته. فارغ از دعوای سیاسی، در این برنامه می‌خوایم ببینیم به لحاظ علمی آیا واقعاً چین در دادن آمار و اطلاعات کمکاری یا بدتر از آن لاپوشانی کرده است؟ چقدر برنامه‌ریزی سایر کشورها، اشتباهات و کمکاری آنها به گردن چین یا تنها یک کشور است، در حالی که تنها چند هفته بعد بسیاری دیگر کشورها هم درگیر بودند؟ اساساً بشریت، همه کشورها و نهادهای بین المللی چقدر در این زمینه آماده بودند؟ نمیشد آماده تر باشند؟ دو میهمان داریم، دکتر حمیدرضا ستایش، کارشناس سلامت عمومی از اتحادیه جهانی ایمنی‌سازی از ژنو سوئیس با ماست، و دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آیا دکتر ستایش، از شما شروع میکنم، آیا به نظر شما این ادعا که چین لاپوشانی کرده، کمکاری کرده و آمار غلط داده، آیا میتونه مبنا قرار بگیره، آیا صحیحه به نظر شما یا نه؟ اینکه چین شاید در ابتدا خودش هم نمیدونست که با یک ویروس جدید و یک مشکل جدید روبرو هست، در شکی نیست. همونطور که حتی اون کسایی که بعداً هم متوجه شدن که ویروس جدیدی اومده نتونستن سریع عکس‌العمل نشون بدن. ولی در این حال ما میبینیم که شاید حتی حدود 2 ماه بعد از اونجوری که ما الان فکر میکنیم که ویروس در ماه نوامبر در چین شیوع پیدا کرده برای اولین بار، تا ماه ژانویه که این اعلان عمومی شد به جهان و حتی جن ویروس رو شناسایی کردن و در میان گذاشتن، کمتر از 2 ماه طول کشید. این از نظر سرعت در تاریخچه اپیدمیولوژی جهانی بی‌نظیره. یعنی توی 2 ماه تونستن یک عامل بیماریزا رو که جدید بوده شناسایی بکنن، ژنش رو در بیارن و به همه جهان بدن که بشه از روش تست ساخت، آزمایش ها رو انجام داد. تا قبل از این اصلا آزمایشی نبوده که بتونن بفهمن که این بیماری کروناست یا آنفلانزاست یا چیز دیگه. میدونستن آنفلانزا نیست چون جواب نمیداده با آنفلانزا، ولی نمیدونستن چی هست. بنابراین نمیشه گفت که چین واقعا لاپوشانی کرد. میتونست سریع ترین اطلاع بده، در شکی نیست. آی دکتر امان، شما نظرتون راجع به موضوع چیه؟ ضمن اینکه اساساً چقدر اصلا این آمارها رو میشه مبنا قرار داد؟ ما الان، من از صبح درگیر این آمارها هستم، تازه ترین آمارها رو لحظه به لحظه داشتم نگاه میکردم، چک میکردم، خیلی متفاوت هست در کشورهای مختلف نسبت به اینکه چقدر اینها تست انجام دادن، چقدر در شناخت بیماری در واقع با دیدن اولین نشانه ها اقدام کردن یا بعدتر اقدام کردن. آمارها کاملا متفاوته. بله، با سلام به شما. من قبل از اینکه در مورد آمارها بگم، در مورد چین و یا بحث لاپوشانی، فقط عرض کنم که اول کار تو چین به نظر میادش که به خاطر ملاحظات سیاسی سعی کردن که یک مقدار مسئله رو خاموش نگه دارن و یا از اصطلاح شدتش رو زیاد به اون شدت که هست جلوه ندن. و این منجر به این شدش که یکی از اون پزشکانی هم که اومده بود بیرون و صحبت کرده بود راجبش، دستگیر بشه، که همون آقای دکتر بعدها فوت کردن. این یه اشتباه بزرگ بود در اونجا. ولی بعد از اون، همونطور که آقای دکتر ستایش هم گفتن، چین اتفاقا خیلی خوب عمل کرد از این جهت که اطلاعات مربوط به این ویروس رو به سرعت در اوایل ژانویه در اختیار جامعه جهانی قرار داد. ولی درسی که ازش میشه گرفت به نظر من این هستش که
ملاحظات سیاسی رو هیچ وقت نباید با مدیریت بحران یک اپیدمی یا پندمیک قاطی کرد و ما توی کشورهای مختلف داریم میبینیم عواقب این کار. شما میکروب شناس هستید، آیا میشد اساساً بر اساس اونچه که دیدیم از اول شیوع این ویروس در مورد رفتار این ویروس یک در واقع تصویر دقیقی داشت آقای امان؟ این ویروس اولا بین جوامع یا قوم‌های مختلف به نظر نمیاد زیاد فرقی بذاره. تفاوت‌هایی که ما می‌بینیم بین اصطلاح آمارهایی که از این کشورهای مختلف میادش، این تفاوت‌ها مربوط میشه تا حدود زیادی به چند تا عامل. یکی این که اینها آمارگیریشون به چه شکل هست. مثلا سیاست آلمان این بودش که به طور وسیع تست بکنه، در نتیجه وقتی شما آمار مرگ رو نگاه میکنید مخرج اون کسی که در اساسش آمار مرگ محاسبه میشه فرق میکنه با مخرج کسی در کشوری که مقدار خیلی کمتری تست میکنه. بعضی از این تعداد بیشتر یا کمتر تست کردن بعضیش ممکنه به سیاست اون کشور مربوط باشه، بعضیش ممکنه به این مربوط باشه که چقدر تست در اختیار داره. مسئله دیگه مسئله سیستم بهداشت عمومی اون کشور هستش که تا چقدر کارایی داره و آمادگی برای مقابله با یک مسئله به اسم مسئله به بزرگی یک پندمی. و این بیشتر به نظر میاد تفاوت‌های این چیز هست، ولی به هر صورت اطلاعات ما داره هر روز کاملتر میشه از این ویروس. بذارید از آقای دکتر ستایش همینجا بپرسم، پس با این حساب اگر که واقعا در کشورهای مختلف اینقدر متفاوت است به خاطر اینکه چقدر دسترسی به تست دارن، چقدر این تست رو در تعداد بالا انجام میدن یا نمیدن و همینطور بر اساس ترکیب جمعیتیشون، اگر اینقدر داده های ما متفاوت هست، چرا با این دقت هر روز داره منتشر میشه؟ چرا باید بدونیم در مورد دونه دونه کشورها که چقدر هست آمار؟ شاید ما خودمون وسواس داریم که این رو بدونیم. گذشته از حالا یک ذره شوخی اینجا، ببینید مردم دوست آمار ثبتی ما داریم و آمار برآوردی. این یک چیز اولیه آمار هست. وقتی که آمار ثبتی داریم مواردی که قطعی شده، یعنی مواردی که آزمایش شده یا با سی تی اسکن یا با پروتکلی که ما اون به اصطلاح میگیم که دفینیشن، جوری که مورد بیماری رو از نظر سیستم بهداشتی درمانی هر کشور که کمی با هم متفاوت هست ما شناسایی می‌کنیم. ولی مواردی که مهم هست، اون آماری که شما به نظر میاد مد نظرتون هست، این است که واقعا این ویروس تو کجا هست، چند درصد افراد هست، کجا داره حرکت میکنه، چقدر کشنده است. اینا معمولا از طریق برآوردهای آماری محاسبه میشن. اون مخرج کسر کل جمعیت هست و اگر ما بیایم در تمام مردم تو یک جامعه ای که قبلا ویروس واردش شده آزمایش کنیم، ببینیم چند تاشون آنتی بادی شده دارن، تنش رو دارن، چند تاشون در حال حاضر بیمار هستن، چند تاشون هیچ کدوم نیستن، اینها رو با هم یک محاسبه ساده انجام بدیم، میتونیم بفهمیم که الان شیوع این ویروس در اون جامعه چقدر است. ولی اگر این کار رو نکنیم و اگر تستای ضد آنتی بادی رو هنوز نداشته باشیم و مطالعات جمعیتی انجام ندیم، به این نمیرسیم و الان ما هنوز در اونجا نیستیم. هر چند یک چند مطالعه کوچیک شروع شده برای مطالعات جمعیتی که بتونن برآورد بکنن. به هر حال مدل های آماری به ما میگه که کشندگی این ویروس حدود 1% هست، یعنی کمتر از اونی هست که ما همه جا تو همین کشورها داریم مشاهده. 1% خیلی پایین تر از میزان مرگ و میری هست که در بعضی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا از جمله همینجا در بریتانیا میبینیم. آقای دکتر ستایش توضیحش چی میتونه باشه؟ بله، دقیقا توضیحش اینه که خب اونایی که علامت ندارن یا کم علامت هستن تست نشدن. یعنی دقیقا توضیحش همین است که شما اگر 100 نفر رو داشته باشین و از اونها 15 20 نفر 30 نفر علامت دار میشن، حالا علامت های کم علامت های زیاد، فقط اونها رو آزمایش کنید، در واقع 2/3 جامعه رو در نظر نگرفتین. اگه اون 2/3 رو بخواید وارد مخرج کسب بکنید، اون 3%ی که قبلا برای مرگ و میر میگفتن به همون 1%. بنابراین اگه بخوایم مثلا در جامعه آماری این کشور در بریتانیا بگیم، یعنی اگر بخوایم الان در جامعه آماری این کشور بگیم، یعنی با این حساب تقریبا میشه گفت که مبتلایان 3 برابر اون چیزی هست که الان در آمار رسمی میبینیم، بالای 150,000 نفر دست کم. خب با این حساب آیا فکر میکنید اون شیوهی که مثلا کشورها انتخاب کردن، مثلا ما در کشورهای اروپایی میدونیم که دارن چه میکنن، دارن در واقع تا جایی که میتونن دستگاه های تنفس مصنوعی تولید میکنن، استفاده میکنن، خیلی از اونها سعی کردن حتی بعضی از هتل ها رو تبدیل به بیمارستان بکنن، آیا فکر میکنید آیا دکتر این شیوه هایی که در پیش گرفتن شیوه هایی هست که میتونه جواب بده؟ آیا دکتر ستایش
اگر اجازه بدین به یک موضوع کوچیک توجه بکنیم، این است که این ویروس کرونا که الان آمده ما نه درمانی براش داریم نه واکسن. و ویروس ویروسی است که از نظر قدرت مخرب بودنش ویروس قوی هست، ویروسی است که به نظر میاد که جلوش رو به این سادگی نمیشه گرفت، که شواهدش الان در همه جای دنیا مشهود است. وقتی ما با چنین ویروسی طرفیم، سه جور جمعیت داریم: جمعیتی که در معرض ویروس هست، یعنی میتونه ویروس رو مبتلا بشه بهش، جمعیتی که الان مبتلا هست و جمعیتی که یا مبتلا شده یا ایمن هست نسبت به ویروس. اگه بخوایم این ستا رو در نظر بگیم، تمام اقداماتی که شما اسم بردین ازشون در راستای این هست که ما اون جمعیتی رو که در معرض خطر هست رو، خطر ابتلاشون و عمدتا خطر مرگشون رو کاهش بدیم. این همه استراتژی هایی بوده که کشورها در حال حاضر در پیش میگیرن. یکیش اینه که مثلا فاصله گذاری اجتماعی میکنن، فاصله گذاری فردی میکنن. هدف این است که انتقال ویروس رو مشکل تر بکنن. مدارس و محلهای جمعیت تجمع عمومی رو میبندن. هدف این است که اگر همونجا گسترشی وجود داشت نتونه پخش بشه توی جامعه. یا مهمتر از همه به دست شستن و رعایت بهداشت فردی تاکید میکنن. این علتش این است که میخوان از اون روش انتقالی که وجود داره، که از صورت از دهان و بینی و چشم هست و استنشاق، بتونن حداقل بهش بکنن. یا ماسک ها اخیراً مبحثی شده که مورد توجه است. تمام اینها در کنار همدیگه جمع میشن و بر اساس استراتژی اون کشور داره میتونن بار بیماری، بار مرگومی رو کاهش بدن. نهایتاً نکته اینه که ما تا وقتی که یک درمان قطعی یا یک واکسن موثر که در اختیار همگان قرار بگیره نداشته باشیم، با این ویروس در باید سر کنیم. و این ممکنه 18 ماه طول بکشه، ممکنه 12 ماه طول بکشه، ممکنه طولانی تر از این باشه. تمام این استراتژی و تمام این راهبردها برای اینکه وقت بخرن، برای اینکه بتونن از بار شدید روی مردمی که آسیب پذیرن کم بکنن و نظام بهداشت درمانی رو بهش فرصت بدن که بتونه روی پای خودش بایست. به نظر میاد که در این بحث ما تا اینجا تونستیم اینو اثبات بکنیم که به هر حال بر اساس اونچه که الان روی زمین بر اساس آمار داریم، خیلی نمیتونیم به یک تصویر روشنی از رفتار این ویروس برسیم. آقای دکتر امان، با وجود این فکر میکنید معنی صحبت آقای دکتر جهانپور وقتی میگه این یک شوخی تلخ بوده از طرف چین با بقیه چیه؟ وقتی خب اگر آمار رو در مورد نه چین نه هیچ کشور دیگه‌ای نمیشده روش حساب کرد، در مورد چی باید چین بیشتر و دقیق‌تر به بقیه اطلاعات میداده که نداده؟ به هر حال نگاه کردن به گذشته دو ماه سه ماه پیش و ایراد گرفتن از این اون کار نسبتاً راحتی هستش. واقعیتش این هستش که به نظر من این صحبت‌ها یک مقدارش داره بیش از حد بزرگ میشه. چین کوتاهی کرده در ابتدای کار و اگر این کوتاهی رو نمی‌کرد البته که کمک می‌کرد به وضعیت. در چه زمینه‌ای کوتاهی کرده آقای دکتر؟ ممکن روشن‌تر. کوتاهی در اون مرحله دو سه هفته اول بود، وقتی که در واقع اطلاعات اولیه‌ای وجود داشت در سطح اون بیمارستان‌ها، اون منطقه‌ای که اپیدمی راه افتاده بود، که این بیماری یک بیماری نسبتاً خطرناکی هست، بیماری که از اینفلوئنزا بسیار خطرناکتر، احتمالاً آمار مرگش بالاتر خواهد بود، مسائل تنفسی که ایجاد میکنه مسائل خیلی جدیتریه تا ما تا به حال دیدیم با خیلی از بیماری‌های تنفسی. اینها چیزایی بودش که اون پزشکای اولیه‌ای که با این درگیر بودن می‌خواستن این اطلاعات بیارن بیرون که دولت اقداماتش رو متناسب بکنه با شدت اون. در این مورد بله، چین کوتاهی کرد و البته کوتاهی اون اول کار همیشه تاثیر بیشتری داره تا کمی دیرتر، به خاطر اینکه شما یه سری فرصت طلایی ابتدایی رو از دست میدید. اما بعد از اون چین سیاست خودش رو عوض کرد و الان ما به نظر من مطالعه اون قضیه یا بحث کردن راجع به اون قضیه بیشتر از این زاویه مهم هستش که در آینده درس بگیریم برای آینده، وگرنه متهم کردن این و اون الان تو این شرایط زیاد فایده نداره. اتفاقا ما به تجربه چین خیلی هم احتیاج داریم برای اینکه بتونیم به اصطلاح یک سیاست نظام بهداشت عمومی رو جلو ببریم برای مقابله با این ویروس. الان مثلا شما نگاه کنید تو خود ایران، خب الان خب چین رو متهم می‌کنن، ولی خب خود ایران هم تعلل کرده بود.
دقیقا در مورد همین میخوام صحبت کنم، چون امروز وزیر بهداشت در جلسه غیر علنی گفته خیلی از حرفا رو بعد در جلسه غیر علنی زد، گفته نمیتونم اینها رو بگم، به خصوص در مورد شیوع بیماری در گیلان در قم، گفته که اینها همه الان تقریبا برای ما روشنه ولی من در جلسه علنی نمیتونم اینها رو بگم. فکر میکنید این لاپوشانی برای چی هست؟ چرا اینقدر این بحث تا این حد سیاسی است؟ شما از من دارید سوال می‌کنید؟ بله بله. ببینید به طور کلی میتونم بگم من اول زیاد تو اخبار روز به روز ایران نیستم که بتونم راجع بهش اظهار نظر دقیقی بکنم، اما به طور کلی میشه گفتش که وقتی میخواین شما یک بحران بهداشت عمومی رو مدیریت بکنید، جلب اعتماد عمومی فوق العاده مهمه. به همین دلیل اطلاع رسانی باید مؤثر باشه، اما اطلاع رسانی مؤثر هم به این معنی نیست که هر گونه اطلاعی پیدا میکنید باید برید فوری اعلامش بکنید. این درسته که بعضی وقتا باید مطالعه کرد، باید بررسی کرد و دید که و یک به اصطلاح استراتژی برای این اطلاع رسانی داشت، چون که نمیخواید شما وحشت درست بکنید از یه جهت، از یه طرف دیگه هم نمیخواید اینقدر راجع به یه موضوع حرف بزنید که به اصطلاح اشباع بکنید جامعه را از اون. اما سیاست اطلاع رسانی درست و رو راست بودن با جامعه خیلی مهم هستش، به خاطر اینکه وقتی شما این کار رو نکنید فضا ایجاد میکنید برای به اصطلاح میس اینفورمیشن، اطلاعات غلط و خرافات و از این قبیل چیزها که خیلی ها میان ازش سوء استفاده، یا حالا سوء استفاده سیاسی یا اقتصادی هست میان ازش این کار میکنم. یعنی این معلم مثال های و اینم باز میخوام بگم دوباره برمیگرده به این که سیاست رو توی کاری که کاملا کار تکنیکی دخالت دادن، همون تحلل اولیه چین احتمالا این بوده که سیاست دخالت دادن، هم شاید تو ایران سیاست دخالت دادن توی این، هم توی همین آمریکا ما میبینیم که چقدر تحلل کرد. آمریکا که بهترین کشور یعنی پیشرفته ترین کشور و باید از همه کشورها بیشتر در مقابل برای مقابله با یه همچین پندمی که آمادگی داشته باشه، نتونست به سرعت تست رو درست بکنه و اولین تستی هم که درست کردن اشکال داشت، در حالی که کره جنوبی که خیلی تواناییش کمتر هستش با سرعت تمام. ولی اگر نگاه بکنید رئیس جمهور آمریکا همون اوایل کار میگفتش که این اصلا چیز مهمی نیست و مسئله رو میخواست کم اهمیت جلوه بده و همش هم به خاطر مسائل سیاسی بود و این واقعا عواقب خیلی بزرگی تو زندگی مردم داره، باعث مرگ و میر میشه. بله. آقای دکتر ستایش، من شما به هر حال به خاطر کاری که دارید یک نگاه بیرونی دارید به تمام این کشورها، حالا به هر حال سیاست مدارا هم بخشی از زندگی بهداشتی سیاسی اجتماعی مردم هستن در همه جای جهان و اونها هستن که تصمیم گیرنده هستن. مقایسه کردن آقای دکتر امان کره جنوبی رو و آمریکا، این مقایسه ها خیلی داره انجام میشه بین کشورهای مختلف. الان ما بالاترین آمار درصدی که مثلا در مورد مرگ و میر حداقل بر اساس آمار رسمی داریم در بعضی از کشورهای اروپایی داریم میبینیم، در ایتالیا، در اسپانیا. به نظر شما چه شد که کشورها اینقدر ناآماده بودند؟ آیا دلیل خاصی داشت؟ آیا میبایست آماده تر میبودند؟ آیا شرایطی میتونست باشه که وضع از این بهتر باشه؟ 100% و این بسیار جای تأسفه که الان سالهاست که در این مورد صحبت میشه که شاید اگه 5 تا عامل برانداز نسل بشر وجود داشته باشن، یکیش پاندمی که ویروسی هست به این شکل که کاملا قابل پیش بینی بود. حتی جالبه که ما بدونیم یک سال قبل توی فوریه سال گذشته دانشمندای چینی مقاله منتشر کردن توی یک جورنال بین المللی پیر ریویود، یعنی بررسی شد و گفتن که ما انتظار داریم یک جهش توی کرونا ویروس ها از طریق خفاش ها داشته باشیم به این شکل به این شکل. حتی پیش بینی رو میکردن که این در یکی دو سال آینده ما یک همگیری رو خواهیم داشت، حالا نه به صورت همگیری جهانی که الان میبینیم، ولی حتی این پیش بینی رو خود اونها با شناختی که روی ویروس های کرونایی که دو موردش رو قبلا مثل سارس و مرس دیده بودیم میدونستن که این خواهد اومد. دنیا متاسفانه اصلا آماده نبود و هزینه ای که باید بشه توی زیرساخت های سلامت برای اینکه اون آمادگی اولیه رو داشته باشیم، خیلی ها فکر میکنن اینا خرجایی است که خرجای ضروری نیست. شما وقتی کشور رو نگاه میکنید میلیاردها دلار هزینه چیزای نظامی میکنن برای جنگی که ممکنه بشه یا ممکنه نشه، ولی برای آماده سازی سیستم سلامتی، برای تقویت نظام مراقبتی که بتونن این بیماری ها رو تا اولش از رصد بکنن، تشخیص بدن، جداشون بکنن، ببینن فرق داره با بیماری های قبلی،
بتونن زیرساختهایی رو داشته باشن که به طور سریع نیروهای پزشکیشون رو مجهز بکنن در معرض قرار ندارن. شما ببینیم چقدر متاسفانه تلفات داشتیم در نیروهای بهداشتی درمانی تو همه کشورها، و این بسیار بسیار جای تاسفه و این عدم آمادگی است. یک جاهایی ما یک کمی آماده شده بودیم توی 5 سال گذشته، حالا مثالش رو تو حوزه کاری که من هستم مثلا برای تهیه واکسن، ما پلتفرمایی رو چند سالی است که حداقل 2 سال است که داره آماده میشه با کمک شرکت های داروسازی که الان روی همونا ما داریم میدونیم که شاید تا 18 ماه آینده ما واکسن رو داشته باشیم. اگر حالت عادی بود، اگر واکسن دیگه ای بود، حداقل 10 سال طول میکشید تا واکسن بتونه به تولید انبوه برسه، ولی ما الان امیدواریم که این زمان کمتر از 1/5 بشه. این کشورهایی که خوب عمل کردن، مثلا کره جنوبی که به هر حال گفته میشه که یکی از بهترین آمادگی ها رو داشته و خیلی خوب عمل کرده. در مورد چین هم حالا بر اساس آمارها میگن ممکنه به این آمارها نشه اعتماد کرد، ولی باز هم در مورد چین همه توافق دارن که تونسته یک اپیدمی بسیار که میتونست خیلی شدیدتر باشه رو تا حد زیادی کنترل بکنه. آقای دکتر ستایش، به نظر شما یا اینها از پیش آماده بودن، یا اینکه در موقعی که این در واقع اپیدمی آغاز شد تونستن تصمیمات درستی بگیرن برای همین تونستن جلوی کار رو بگیرن؟ هر دوش. اینا لازمه که زیرساختای قبلی رو داشته باشن، هم تو سیستم بهداشت درمانیشون هم تو بقیه سیستم‌هاشون. این سیستم حکومتداریه، این فقط سیستم خودی خود نیست، این سری بحث‌های سیاسی که شما مطرح کردین به خاطر این است که همه چیز حکومتداری به هم وصله و نمیتونید شما بهداشت درمان از اون خارج کنید و فقط به طور مجزا ببینید تصمیم گیری ها، روال هایی که بر چه اساس این تصمیمات گرفته میشه و چه جور اولویت بندی میشه اصل علم حکومتداری است و سیاست هم به اون وصل میشه. وقتی شما میگین کره جنوبی و حالا هر کشوری که فکر میکنیم موفق، دو دسته هست. یکی اینکه هدفشون رو بر چی گذاشتن. الان ما تو ووهان چین داریم میبینیم، از دید من یه موفقیت موقت هست، به خاطر اینکه این با این وضعی که پیش رفته ممکنه که برگرده و توی ماه پاییز دوباره بتونه چین رو تحت تاثیر قرار بده. چین مجبور استراتژی عوض کنه چون نمیتونه به این شکل همه جا رو کاملا ببنده و همه مردم رو در قرنطینه قرار بده. یا کره، خب این استراتژی که برن هر کسی رو که مشکوک هست آزمایش بکنن و در صورتی که مثبت شد خودش و تمام اطرافیانی که باش تماس داشتن رو ببرن داخل قرنطینه و ایزولاسیون قرار بدن، مشخصا موفق ترین استراتژی بعد از رعایت سلامت فردی. چقدر قابل اجراست در همه جا؟ بله قابل اجرا هست و الان حتی ایران هم داره اون رو به خوبی اجرا میکنه و اینجوری که به نظر میاد با این روشی که کم کم دارن سعی میکنن که مردم رو دوباره برگردونن به زندگی روزمره با شرایطی اینجوری که حالا توی اخبار ما میشنویم، قرار این هست که بتونن از همین آزمایش و ایزولاسیون موارد تماسدار با اون فرد مبتلا بتونن بیماری کنترل بکنن. موفق ترین روش است برای همچون ویروس های و همچین همه گیری که تا وقتی که ما بتونیم واکسن داشته باشیم یا دارو موثر باشه. آقای دکتر، اما نظر شما چیه در این باره؟ آیا ایران تونسته با موفقیت این در واقع سیاست های فاصله گذاری اجتماعی رو انجام بده؟ خیلی انتقادها شده از آغاز تا حالا از اینکه چرا آقای روحانی قرنطینه به شکلی که مثلا کشورهای اروپایی رو انجام نده یا اونطور که در ووهان انجام شده، یا اینکه چرا الان مثلا میگه از هفته آینده به شکل نرمال برمیگرده زندگی. بله، من راستش بخواید در این مورد خیلی مطمئن نیستم، ولی اون چی که من میتونم بگم بیشتر بر اساس آماریه که دارم میبینم روی من فقط به اشاره میکنم به آمار سازمان بهداشت جهانی. وقتی به آمار ایران نگاه میکنید در سازمان بهداشت جهانی، یک مقدار نوسانهایی میبینید توی تعدادی که در روز گزارش میشه، که این نوسان ها یک سیر منحنی رو که معمولا در بقیه کشورها دیده میشه طی نمیکنه. و این برای من همیشه مثلا معما بوده. تنها جوری که من میتونم این رو برای خودم توضیح بدم، این بالا پایین شدن ها رو، این هستش که احتمالا تعداد کیت های آزمایشی موجود برای ایران شاید ممکنه که فاکتور محدود کننده باشه در این زمینه، و به همین دلیل ممکنه که آمار ایران در واقع از آمار واقعی پایین تر باشه. اگر که این وجود داشته باشه، همچین فرضیه‌ای که من دارم میگم، که من فقط بر اساس مشاهداتم دارم میگم نه بر اساس چیزی که اطلاعی که از توی خود ایران داشته باشم، اگر این درست باشه، در نتیجه ما یه مقدار زیادی مواردی باید داشته باشیم که
به اصطلاح تشخیص داده نمیشه و این میتونه چیز خطرناکی باشه به خاطر اینکه به اصطلاح اون زیر پوست جامعه ممکنه که یک اتفاقایی داره میفته که ما نمیفهمیم. امیدوارم که اینطور. بله آقای دکتر ستایش، نظر شما اگه کوتاه بگید در همین مورد، آیا فکر میکنید که ایران داره استراتژی دقیق و درستی رو اجرا میکنه؟ گفتید که فکر میکنید درست هست، اما تا به حال آیا به نظر شما جواب داده؟ من فکر میکنم جواب داده. فرمایش آقای دکتر امان رو من کاملا قبول دارم و خیلی محدودیت ها هست، یعنی چیزا اصلا اونجوری نیست که فکر کنیم همه چیز زیبا و قشنگ و همه آمارا با هم میخونه، ولی در مجموع وقتی نگاه میکنیم شیب موارد مرگ کند شده، از رسی تخت های آی سی یو الان وجود داره توی بعضی جاهای کشور، یعنی آی سی اوورلود نیست و این روشی که بتونن. من یه چیز رو از خواهش من، شما فرمودید که همه چیز نرمال، واقعیت اینه که این اصلا نباید این احساس به وجود بیاد در هیچ کدوم از کسایی که مخاطب هستن و تو هیچ کدوم از کشور هستن. زندگی ما تغییر کرده، ما توی یک سال دو سال آینده هممون در وضعیت دیگه باید زندگی میکنیم و رعایت کردن بهداشت فردی فوق العاده اهمیت داره. این رو باید ادامه داد، هر چند امکان داره باید فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کرد. اگرم برمیگردیم به محیط های کار، حداقل بکنیم حضورمون رو در محیط های پر ازدحام و اینها چیزایی است که فکر میکنم اطلاع رسانی توش اونقدر دقیق و شفاف نیست و مردمون کاملا از کانالایی که لازمه این رو دریافت نمیکنن که زندگی به سوی نرمال بر نمیگرده. ولی خب همینطوری که میگن بالاخره باید اقتصاد هم بگرده. اصلا اگر مردم بمونن تو قرنطینه مشکلات دیگه ای پیش میاد، مشکلات روانی پیش میاد، مشکل خودکشی ها زیاد میشه، مسائل بسیار زیادی متعاقب این مسئله پیش میاد که فقط این نیست که حالی ویروس کرونا باشه. شما باید همه عوامل و همه جوانب زندگی فرد دارن. با این نکته آخر از آقای دکتر ستایش که چندان هم امیدوار کننده نیست، دست کم برای دو سال آینده زندگی ما بیماری. بله، برای دو سال آینده هم زندگی ما همینطور خواهد بود آقای دکتر. ممنونم از شما، متشکرم که در این بحث شرکت کردید آقای دکتر ستایش، آقای دکتر رحمان، و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. صفحه دو آخر هفته به طور زنده ساعت 10 شب پنجشنبه پخش میشه. ممنونم از همراهی شما. شب روزتون خوش.